سلام علیکم دوستان، خوش اومدین به کانال من. امیدوارم هر جا هستین شاد و پیروز باشین. دوستتون دارم خیلی زیاد. دوستان لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه عزیزان. و امروز اومدیم با یک ویدیو جدیدن، خیلی داره ازش صحبت میشه، گفتم منم بیام نظرمو بهتون بگم. و یک کلاهبرداری های این وسط داره میشه، شما هم در جریان باشین که یه موقع سرتون کلاه نره. دوستان دوربرم یکم شلوغه، زیاد سخت نگیرین. اومدیم امروز صحبت کنیم در مورد آقای ایلان ماسک که خیلیاتون میشناسین و آشنا هستین باش، و با طرحایی که خیلی فضایی و غیر قابل پیشبینیه داره همجوری پیش میره به سمت آینده. در ایدن خیلی داره صحبت میشه از اینترنت ماهواره‌ای که بارها من توی اینستا، دیوار، سایت های مختلف دیدم که خیلی از عزیزان کلاهبردار، حالا نمیشه بهشون گفت عزیز، میشه بگی آقایون نسبتا نیمه محترم، دارن از این وضعیت کلاهبرداری میکنن. که اومدم یکم توضیحات در مورد این اینترنت ماهواره‌ای به شما عزیزان بدم و شما هم در جریان باشین که یه موقع تو تله این کلاهبردارا و شیادا نیافتین. خب دوستان، ایلان ماسک چند وقتیه تو فکر سازی اینترنت ماهواره‌ای است. حالا اینترنت ماهواره‌ای چی هست و چگونه به دست ما قرار برسه؟ آقای ایلان ماسک در یک پروژه اعلام کرد که میخواد با فرستادن ماهواره‌ها به دور زمین، یعنی با ارتفاع کم دور زمین بچرخند، اینترنت پرسرعت رو در اختیار مردم قرار بده، که تصمیم گرفته 42,000 ماهواره. دوستان 42,000 ماهواره خیلی کم نیست که بفرسته توی مدار، هر کدومش تو جهت خودش تو راستای خودش بچرخه به دور زمین، که تا الان موفق شده 1700 تا ماهواره رو بفرسته به فضا و توی مدار اون قرار بده. و تا الان که 1700 تا ماهواره رو فرستاده رو فضا، نزدیک به 49 تاش تقریبا همین چند وقت پیش فرستاد. حالا به دلیل محاسبات اشتباه و این چیزا نزدیک 40 تا 42 تا 3 تاش از این ماهواره ها توی طوفان خورشیدی قرار گرفتن و از بین رفتن. خب دوستان، من اینجا یکم تقلب نوشتم، زیاد سخت نگیرین، چون این همه مطلب رو بخوام حفظ کنم یکم زمان بر بود، برای همون کم و بیشی تقلب نوشتم. خیلی از دوستان اومدن داخل ایران پیج دارن که دارن لوازم اینترنت ماهواره‌ای رو به فروش می‌رسونن. دوستان اینا کلاهبردارن، هنوز هیچ نوع لوازمی داخل ایران که هیچ، خیلی از کشورها اصلا نیومده، هیچ عنوان برای خرید لوازم اقدام نکنید. حالا این اینترنت ماهواره‌ای که صحبتش خیلی گرم و ترند شده توی فضای مجازی، بین حتی برای خود منم خیلی جالب بود که پیگیر بودم ببینم آیا توی ایران فعال هست که مثلا بگیرم نصب کنم دیگه خیالم راحت باشه از این اینترنت به درد نخوری که ما داریم. سوال اینه که آیا این اینترنت ماهواره‌ای باعث میشه که ما از ترس سیانت مردم در مقابل اینترنت راهی داشته باشیم برای فرار کردن از این تر، یا به قول معروف دیگه ترس سیانت دیگه کلن کنسل میشه؟ اینجا باید بگم دوستان اصلا هیچ تأثیری روی ترس سیانت نداره، پس این رو در نظر داشته باشین، اینترنت ماهواره‌ای کار به ترس سیانت ما نداره. و خیلی حرفا دارن میشنوم که میگن آقا برای ایرانی ها قراره به صورت رایگان در اختیار ما قرار بگیره، ولی اصلا یه لحظه شما خودتون فکر کنین، این 42,000 تا ماهواره‌ای که میخواد بره روی فضا برای اینترنت چقدر هزینه بره؟ آقای ایلان ماسک هم هیچ موقع به هیچ وجه نمیاد چنین کاری کنه که حالا برای کشور ما بخواد اینترنت رایگان فراهم کنه و 1,000 تومانی به قول معروف پول از ما نگیره. سوال بعدیش اینه که آیا اینترنت ماهواره‌ای دیگه ضد فیلتره، یعنی فیلتر نمیشه کرد، یا مثلا راه حلی هست برای فرار کردن از فیلتر شدن سایت ها یا مثلا اپ هایی که تو بازار هست؟ بازم اینجا باید به شما بگم که هیچ کارایی نداره، یعنی ضد فیلتر و اینا نیست، اینم در جریان باشین. خب
سوالی که خیلی از دوستان دارن در مورد این اینترنت ماهواره‌ای اینه که الان توی ایران آیا میشه استفاده کرد؟ که باید به شما عزیزان بگم نه، نمیشه استفاده کنیم. یعنی هنوز تعداد ماهواره‌ای که رو فضا هستن بر اندازه کافی نیست که ایران رو تحت پوشش قرار بده. تا اطراف ایران هست ماهواره، یعنی روی ترکیه و عراق اینا ماهواره هست، ولی هنوز روی ایران ماهواره‌ای پرتاب نشده. خب دوستان، در نظر داشته باشیم که اگه ماهواره هاشون هم روی کشور ما پرتاب بشه و توی مدار قرار بگیرن، متاسفانه چون ما تحریم هستیم و استارلینک هم که آمریکایی محسوب میشه، با اون شرکت آمریکایی حساب میشه، هیچ وقت به هیچ عنوان نمیاد برای ما چنین کاری رو انجام بده. و بابت این کار باید اگه هر کشوری که بخواد اینترنت ماهواره‌ای استفاده کنه، باید آقای ایلان ماسک بره از اون کشور مجوز بگیره طبق قوانینی که هست، بعد اون وقت میتونن اینترنت ماهواره‌ای خودشون رو اونجا فعال بکنن. پس به این خیال نباشین که آره فردا مثلا کل ماهواره‌اش تکمیل بشه توی ایران میتونیم ما اینترنت رو استفاده کنیم. و اینم گفتم بهتون، هیچ عنوان رایگان نیست. به این خیال نباشین که اینترنت ماهواره‌ای فردا بیاد رایگانه واسه ما ایرانی‌ها. مگه ما خونمون قرمز سره؟ چیه داستان؟ تازه اونم کلی مشکلات دارن با ما ایرانی‌ها. و این اینترنت ماهواره‌ای دو نوع دیش داره، دیش نسل اولی و نسل دومی. و چیزایی که شنیدم توی چند تا کشور قول معروف این اینترنت فعاله، چیزی که شنیدم لوازم مورد نیازش هولوش 2500 دلار قیمتشه، که باید 2500 دلار پرداخت کنی تا لوازمش رو داشته باشی تا بتونی از این اینترنت استفاده کنی، که فکر میکنم هولوش ماهیانه 300 دلار هم فقط هزینه همون اینترنته که ماهیانه باید پرداخت کنیم. لوازم که برای استفاده از این اینترنت هست، یک دیشی شبیه همین، تقریبا حالا نمیشه بگیم شبیه دیش ماهواره، ولی دیشش دقیقاً همون گردی ماهواره است، با یک موتور حالت چرخشی داره که ماهواره‌های رو فضا را پیدا کنه که باشون کانکت بشه یا به قول معروف همون اتصالش را برقرار کنه و اینترنت به قول معروف وصف شد. و این دیش یکی از لوازمش بود. بعد یه دونه مودم نیاز داره که اونم مخصوص خودشه، یعنی این مودمایی که تو خونه داریم نمیشه بهش وصل کنیم، باید مودم مخصوص خودش باشه. و یک اپی هم داره برای گوشی ها که باید نصب بشه روی سیستم یا رو گوشیتون که بتونین اینترنت رو فعال کنین. اینا بود چیزایی که در مورد ماهواره استارلینک من آمارش رو داشتم. گفتم اینجا بیام برای شما عزیزان بگم که یه موقع بله این کلاهبردارا نیفتین و خدای نکرده پولتون رو برمف از دست ندین. خب دوستان، مطمئن باشین که اگه یک روزی توی ایران اینترنت فعال بشه، چه من، چه امثال من، چه همکارایی که هستن حتما اعلام میکنن و سر خود وارد سایت هایی هستن الان توی ایران دارن فعالیت میکنن، نرین برای این لوازم پول ندین، فعلا نمیشه استفاده کنیم. حالا باید تو کفش بمونیم تا ببینیم چی میشه دیگه دوستان. و ناگفته نباشه اگه یک روزی هم فعال بشه، حالا 2500 دلار خیلی پول کمی نیست، ولی میشه مثلا توی یک محله چند تا همسایه با هم هزینه ها را با دونگی با هم پرداخت کنن و یک دستگاه رو خریداری کنن و اینترنت همین مودم خونگی مثلا برای همسایه‌های دیگه اشتراک بذارن و اشتراکی استفاده کنن. خب دوستان، امیدوارم سرتون رو به درد نیاورده باشم و همین دیگه. گفتم در مورد این ماهواره استارلینک هم توضیحاتی داده باشم و امیدوارم شاد و خرم باشین. حتما این ویدیو را لایک کنین و اگر نظری پیشنهادی در مورد این ماهواره استارلینک دارید توی کامنت ها خوشحال میشم بنویسین، یا سوالی چیزی اگه دارید
خیلی خوشحال میشم تو کامنت ها بنویسید و از همه مهمتر ویدیو را لایک کنید، برای دوستان خودتون بفرستین اگه امکانش هست دیگه. اگه کسانی که تازه واردن لطفاً کانال را سابسکرایب کنن و همین دیگه دوستان، تا ویدیو بعدی خدا نگهدار شما عزیزان.